واقعا فکر کنم خیلی برام سخت باشه بیام جلو دوربین بعد این همه مدت. اوکی آروم باش آروم باش. سلام، چطوری بچه؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از من. خیلی سرد بود اسم کنم. هلو بچه، چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از من. من بعد از کلی وقت برگشتم، ببخشید منو بابت چند تا چیز. اولین عذرخواهی که باید بکنم که از خودم باید بیشتر عذرخواهی کنم بابت کم فعالیتی که کردم. همونجوری که تو ویدیو قبلی هم گفتم من سرکار میرم و واقعا واسم سخت شد یه مدت و یوتیوب رو به کل گذاشتم کنار. دومین عذرخواهی که باید بهتون کنم، بچه من خیلی وقته که جلو دوربین نیومدم، به احتمال زیاد یکم غریبم و تسلطم پایین‌تر اومده، چون یه مدت میومدم جلو دوربین دیگه خیلی این بلبل صحبت میکردم و خیلی راحت بودم و این داستانا. الان حس میکنم یه کوچولو غریبم با دوربین و منو بابت این موضوع ببخش. بچه راستش اولین ویدیویی که میخواستم بگیرم راجع به کراتین و موهام میخواستم بگیرم. من دو بار تجربه کراتین کردن داشتم. تجربه اولم اصلا خوب نبود و میخواستم یه توضیحهایی راجع به این بدم، ولی گفتم خب بهتره که ویدیوی اولو بیام باهاتون صحبت کنم، همینجوری که دارم آماده میشم برم سر کار باهاتون صحبت کنم بگم چه خبر و این چند مدت چی شد، شما واسه من توضیح بدین و اینا و بازگشتم رو اعلام کنم بهتون. این چند مدت من واقعا واقعا خیلی درگیر بودم. بذارید بگم دیگه، چرا هی میخوام سورپرایزتون کنم؟ مجبورم اینجوری نگاه کنم که خودمو ببینم بچه بتونم آرایش کنم. اوکی، درگیر کلاس تتو بودم. بالاخره رفتم شغل مورد علاقم رو دنبال کردم، کلاساشو ثبت نام کردم و اینکه دیگه آخرهای کلاسمه و اینکه روی مدل زنده کار کنم و این داستانا. واو، اگه من فکر کنم لیفت شقیقه انجام بدم خیلی به هم بیاد. خدا کلی نظرتونه؟ قیافه عادی این وقتیش لیفت بشه شیفت بشه. من واسه ابروهام این سرم روژ لبیا هست، اینو برمیدارم با یه براشی که حالا دیگه تموم شده، با این به ابروهام سرمه میزنم. مداد نمیتونم بکشم راستش، که کار سختی شده واسه هم آرایش کنم هم صحبت. کجای حرفمون بودیم؟ اصلا یادم رفت. آره خلاصه بچه، حالا چی شد که اصلا یهو منو جو گرفت که بیام اینجا دوباره تو یوتیوب فعالیتمو شروع کنم؟ من عاشق این تینتا، خیلی دوستشون دارم، از روش بیشتر دوستشون دارم. ویدیو بعدی راجع به کراتین کردنم. وای خیلی حال میکنم ماما. آره راجع به کراتین کردن ما تجربه‌ام، اینکه چی شد و کجا رفتم و این داستانا همه‌شو بهتون توضیح میدم، پس ویدیوهامو دنبال کنید. داشتم تعریف میکردم. من چند شبیه که دیر میخوابم چون سر کارم شیفتیه. این هفته من شیفت بعد از ظهر بودم، یعنی 3 ظهر میرفتم سر کار تا 11 شب. تلفن خونه زنگ خورد ولی من به حرف زدنم ادامه میدم چون دیرم شده. من تا 4-5 صبح میشینم همینجوری توی یوتیوب و توی اینستاگرام اینا میچرخم و اینکه رفتم چنل خودم رو دیدم، سر زدم یه چند تا ویدیوامو همینجوری دیدم و اینا، واقعا اشکم در اومد. گفتم بابا این همه زحمت کشیده بودی تو، این همه تلاش کردی، آخر به همین سادگی ولش کردی رفت. رفتم سمت یوتیوب استودیو، اون قسمتی که واسه مانیتایز شدن بهت میگه مثلا چقدر مونده که واچ تایم پر کنی، چقدر مونده که مثلا سابسکرایب اوکی بشه. دیدم اون تیک اول خوردم 1000 تا سابسکرایب، من خیلی وقت پر کردم به لطف شما، خیلی وقت پر کردم و دیدم که از 4000 ساعت واچ تایم، یعنی 4000 ساعت دیده شدن ویدیوم، 2500 تاش رفته و فکر کنم فقط 1500 تای دیگه اش مونده و واقعا حیفم اومد. تصمیم گرفتم که هر چقدرم که ممکنه برام سخت باشه با اینکه سر کار میرم و این داستانا، ولی ادامه بدم به فعالیت. یعنی تو این چند مدت همه این گفتم حیف نبود؟ چرا فیل کردی؟ این همه زحمت کشیده بودی؟ حالا فکر کنم باز اگه کسی جای من بود بازم شروع نمیکرد. کارم یه جوریه که خیلی سخته برام.
بخوام این قدیم فعالیت کنم که نمی کنم قطعاً، چون نمی رسم، واقعاً نمی رسم. همین دیگه، من اومدم که دوباره شروع کنم، دوباره این کامیونیتی کوچیکی، نمیدونم درست دارم میگم یا نه، این کامیونیتی کوچیکی که ساخته بودم و ارتقاش بدم، پیشرفت بدم، بزرگترش کنم و اینکه امیدوارم که حمایت بشم ازتون و وسط راه زده نشم از این فرایند، از این، نه چقدر کتابی گفتم، از این موضوع زده نشم، چون الان واقعا مثل قبل نیستش. من الان باشگاه میخوام برم، کلاس تاتو میگن بعضیا، بعضی میگن تاتو، ولی من عادت کردم میگم تاتو، کلاس تاتومو بتونم برم، سرکارمو بتونم، باید برم، هرچند به سرکارم برسم، به خودم برسم، بعد بیام به یوتیوبم برسم، واقعا کار سختیه. ولی خب دیگه امیدوارم که یه جوری ازتون حمایت بشم که فسط رو ول نکنم. آقا به شرفم قسم ول نمی کنم، فقط حمایت کنید. آها یه موضوع خیلی مهم بچه، من چند وقت دنبال ادیتورم، ادیتور حالا واسه ویدیو صحبت کنم، چون شرایطش رو واقعا نمیدونم که هزینه‌اش چجوریه، چجوری باید با هم همکاری کنم و اینا، من هیچی سر در نمیارم، هم واسه ادیت ویدیو هام، هم واسه تامنیل ساختن ویدیو هام، عکسای ویدیو هام، به یکی نیاز دارم و میخوام باش همکاری کنم. و اگه کسی هستش، من آیدی تلگرامم اونجا میذارم، به پیام بده، شرایطش رو بگه، نمونه کار برام بفرسته، نوع همکاریشو بهم بگه، همه اینو توضیح بده و منم اگه اوکی بودم حتما همتن باش همکاری میکنم. پس اگه کسی میشناسین که ادیتور، یا خودتون اگه ادیتور هستین، حتما به آیدی تلگرامم که اینجا میذارم مراجعه کنید لطفا. حالا میگذره 3-4 ماه بعد این ویدیو میگذره، من دیگه ادیتور رو گرفتم، همکاریامو کردم، یارو دیگه باز میاد مثلا پیام میده من ادیتورم میخوام همکاری کنم. من خودم میتونستم تامنیل بزنم، ادیت بزنم و اینا، ولی چون دیگه سر کار میرم، باید یه سری کارا رو بندازم دوش بقیه که کارو من انجام بدن، چون اونجوری دوباره ول میکنم و مطمئنم که خسته میشم از این راه و واسه همون به ادیتور نیازمندم. قراره که کلی ویدیوهای خفن بذارم، کلی جای خفن شما رو ببرم، کلی ولگای باحال بگیرم، تغییراتی تو خودم ایجاد کنم، از همشون ویدیو بگیرم و این چنل به احتمال زیاد یک کوچولو میره سمت تاتو، چون تاتو عشق است تو اول. احتمال داره ولگایی هم راجع به تاتو اینو بگیرم اگه دوست داشته باشین، چون 70% یادگیری من برای تاتو واسه اینه که بتونم رو خودم تاتو بزنم. یعنی اینجوری بودم که اوکی اگه این شغل اصلی تم نشد بی خیال، تو این رشته رو اصلا دوست داری رو خودت تتو بزنی، اگه مشتریش هم نبود اصلا مهم نیست. کوچولم که کارام سبک‌تر بشه، به احتمال زیاد کلاس طراحی چهره‌ام برم، هم طراحی لباسم هم ادامه بدم. یعنی اصلا خیلی فکرات تو سرمه، ولی امیدوارم که بتونم تموم کنم همشونو و کم نیارم. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو قرقرامو گوش دادین، معذرت خواهیامو گوش دادین، حرف چرت و پرتامو گوش دادین. لالمونی گرفتم. بوس به کلتون.